با درودی مملو از مهر در ششمین شب ماه مهر ایرانی بر شما هم میهنان عزیز در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را پی میگیریم و ادامه میدهیم با برنامه شامگاهی صفحه یک که مروری است بر اهم مطالب منتشره در مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا به روال معمول همه شب نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب موجی از واکنش های تنش آلود میان ایران و عربستان با اظهار موضع تند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت عذرخواهی مقام پادشاهی عربستان باستاب با گسترده اظهارات حسن روحانی در نیویورک با هواشی بیشمار و گمانه های گوناگون از جمله احتمال دیدار اوباما و روحانی تحسین باراک اوباما از سوی ناطق نوری مشاور رهبری ایران مبنی بر اینکه اوباما در عرصه مذاکره عاقلانه عمل کرد بحران سوریه با دو رویداد جداگانه یعنی حمله هواپیماهای فرانسوی به مواضع داعش و مذاکرات غیرمستقیم مستقیم ایران و آمریکا حول سوریه و بالاخره در گذشت هنرمند نامی ایران هما روستا بازیگر سینما و تلویزیون اهم مطالب برگزیده امشب دوشنبه ششم ماه مهر ایرانی برابر با 28 سپتامبر میلادی است که در طول 20 دقیقه به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در آغاز برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه منتخب از ایران منطقه و جهان تشدید تنشهای لفظی میان ایران و عربستان پس از واقعه منا و کشته شدن تعدادی از زائران ایرانی با ورود علی خامنه به عرصه ماجرا وارد فاز تازه ای شد آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مسئولیت پذیری مقام های سعودی در قبال حادثه منا شد خامنه ای روز یک شنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود گفته بود مسئولیت این حادثه بر عهده حکام عربستان است و آنها با فرافکنی متهم کردن دیگران و تعریف از خود به جایی نمیرسند و ضروری است که اصخاهی کنند تا جایی که در این راستا تمامی روزنامه های نزدیک به بیت رهبری ایران و عمده روزنامه های منصوب به اصولگرایان تونرو به طور یک پارچه از سوی علی خامنه خواهان عذرخواهی کشور عربستان شدند. از جمله روزنامه تونرو و رادیکال رسالت وابسته به بنگاه مالی بازار و جناح معتلفه به نقل از خامنه نوشت حکام عربستان به جای فرافکنی عذرخواهی کنند. همینطور روزنامه خراسان و یا روزنامه ی حمایت ارگان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که حتی با لفظ بسیار رکیک و غیر ایرانی از زبان برخی از فقها تیترهای زننده و گزنده و غیر دیپلماتیکی برگزیده بود همچنین حرامیان را باید از حرم دور کرد نمونه از این تیت بود که منتشر شد در ادامه واکنش روزدام ها روزنامه افکار به نقل از علی مطهری نماینده یا رادیکال اصولگیرهای مجلس که موازه جنجلیش در عرصه فرهنگ و هجاب زنان همواره مورد جدال است حتی پیش بینی کرد که فاجعه منا مقدمی برای تغییر نظام سیاسی عربستان است همین روزنامه به نقل از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روحانی در تحلیلی سیاسی مدعی شد که حادثه منان نتیجه درگیر بودن نیروهای زبده سعودی در یمن است که این مدل اظهارات نشانگر اوج رقابت این دو کشور در عرصه منطقه می باشد. ادامه برنامه با سایر مطالب و اما حملات هوایی فرانسه علیه مواضع داعش در سوریه نیز بر صدر رسانه ها جای داشت رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد ارتش آن کشور در اولین دور از حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی شرکت کرده است و اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز پنجم مهرماه ایرانی در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت که حمله روز یک شنبه به یک کمپ آموزشی این گروه انجام شده است. اولاند اشاره کرد نیروهای ما در نزدیکی شهر دیرزور هدف خود را منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آژانس خبری فرانس پرس، رئیس جمهوری این کشور تأکید کرد که شمار بیشتری از حملات هوایی در هفته های پیش روی نیز انجام خواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهوری کشور روسیه میگوید مسکو به کشورهای منطقه پیشنهاد کرده است در چهارچوبی هماهنگ برای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در دو کشور عراق و سوریه اقدام کنند ولادیمیر پوتین در گفتگوی با شبکه آمریکایی CBS که پنج مهرماه پخش شده بود گفت ما به کشورهای منطقه خاورمیانه میانه پیشنهاد همکاری داده ایم در تلاش هستیم که یک چهارچوب هماهنگ برای مقابله با داعش تحریزی کنیم همه این موضوعات و خبرها در حالی است که در تازه ترین گزارش های دریافتی فرانسا اولان رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که ایران میتواند در حل بحران سیاسی نقش مثبتی داشته باشد اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این گره گشایی جایی ندارد آقای اولاند این مواضع را در دیدار خود با حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد همچنان با خبرها و برگزیده های از روزنامه در خدمت شما هستیم با استاب اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه با سی و ان آمریکا در حاشیه نشست سازمان ملل در روزنامه های امروز ایران نیز گسترده بود عمده تمرکز روزنامه ها با تیترهای حول سوریه بازنشر یافت از جمله روزنامه شرق به نقل از حسن روحانی خبر داد که مذاکره غیر مستقیم با آمریکا درباره سوریه صورت گرفت بنابر گزارش منتشره روزنامه های مختلف حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دولت او آماده بحث در مورد برنامه قابل اجرا در سوریه پس از بیرون راندن تروریست هاست مشترک مستلزم هدف مشترک است اما به معنای یکسان بودن مسئولیت های همه نیست دستیابی به آرمان های توسعه پایدار بعد از 2015 بدون لحاظ کردن مسئولیت کشورها و سهم آنها در پیدایش وضعیت فعلی محیط همچنین آقای حسن روحانی که برای شرکت در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل از بامداد روز جمعه به نیویورک رفت روز یک شنبه پنجم ماه مهر در مصاحبه با رادیو ان آمریکا گفت ما با بحث و گفتگو برای تعیین برنامه عملی در سوریه پس از آنکه تروریست ها از خاک این کشور بیرون رانده شدن مشکلی نداریم اما همه باید با هماهنگی عمل کنیم و بیدرنگ به فرمول لازم برای بیرون راندن تروریست ها دست یابیم رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN نیز که گویا روز یکشنبه پخش شده بود گفت تهران بر سر سوریه با واشنگتن گفتگوی مستقیمی ندارد اما از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل به شکل غیر مستقیم تبادل نظر می کند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با گزیده‌های از اهم مطالب انتشار یافته در روزنامه های امروز دوشنبه ششم ماه مهر ایرانی جدای از جنجال های برکشیده یا حادثه ی مناک خوراک تبلیغاتی گسترده برای روزنامه های راست افراطی نزدیک به رهبری ایران فراهم آورده بود در سوی دیگر ما روزنامه های تا حدودی مستقل از حاکمیت و نزدیک به جبهه های به اصلاح طلبی و گروه های به تحول خواهی به نزاع فقها ها و جدال های انتخاباتی نیز گوشه های چشمی داشتند در این میان روزنامه آفتاب یزد با طرح پرسشی از ضرورت گفتگوی دو آیت الله یعنی آقای مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی پرسید که انجامش آیا محال است یا ممکن که گویا کوشیده بود با روی کردی فلسفی فقهی بر حقانیت دیدگاه هاشمی در مقابل افرادگرایی های حلقه مصباح یزدی تأکیدی مجدد داشته باشد آفتاب یزد در واقع به بررسی این پرسش پرداخت که آیا اصلا دو طرف ماجرا و رقابت حاضر هستند که برای یک گفتگو پشت یک میز بنشینند ورق میزنیم با روزنامه دیگر روزنامه آرمان نیز بسان آفتابه است فارغ از جنجال های برکشیده رسانه های زرد نزدیک به نهاد رهبری حول موضوع منا به بازخانی شرح ماجراهای انتخاباتی در عهد احمدی نژاد اشاره کرد و در بازنشر روایت هاشمی رفسنجانی از نامه معروفش به رهبری ایران از قول هاشمی مدعی شد که به احمدی نژاد گفتم حرفهایت را اصلاح کن وگرنه که جملات بیپایانی پس از وگرنه نوشته شد که نشان از تهدید یا تشدید شرایطی بود که به بحران های پس از وقایع سال 88 اشاره کرد و اما چکیده یادداشت های تحلیلی روزنامه های اصلی امروز فاجعه منا در مکه و سفر روحانی به نیویورک در واقع میتوان گفت و موضوع اصلی ستون های تحلیلی بیشتر روزنامه های امروز منتشر در تهران بود از جمله روزنامه ایران ارگان دولت با سه یادداشت اصلی که دو تحلیل اصلی رو به موضوع مکه و بحران منا اختصاص داده بود با دو روی کرده نسبتا متفاوت فاجعه ای که قابل پیشگیری بود به قلم مرتزا باغری مدیر کاروان حج از مکه منتشر شد و در یک بررسی تاریخی به اصطلاح کوشید به نحوی از آنها عناصر انسانی و مدیریتی و یا به تعبیری سهل انگاری مسئولین برگزاری حج و مدیران عربستانی را مقصر اصلی جلوه دهد که این روز البته زبان اصلی حاکمیت در تهران نیز بر منوال است و اما مقاله دوم روزنامه ایران روزنامه ارگان دولت به قلم نماینده سابق ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نوشته شد و به عنوان پیگیری ماجرای منا در فضای منطقی معتقد بود که اگر علت احتمالی بروز فاجعه منا برقی دستیسه ها و شیطنت ها باشد از غذا حفظ هوشیاری و دقت و پرهیز از هر گونه برخورده احساسی با موضوع ضرورت بیشتری خواهد داشت زیرا اگر دستهایی به دنبال ایجاد شکاف و شقاق بین امت اسلامی و کشورها باشند برای ناکام گذاردن توتعگران احتمالی باید از هر اقدام و واکنشی که مدد رسان دستیابی آنان به اهداف پلیدشان باشد پرهیز کرد نویسنده که به عنوان نماینده پیشین ایران در کنفرانس اسلامی از وی یاد شده بود در نوشتاری نسبتا در بخشهای خیلی هوشمندانه که گویا به پاسخگویی به موج حجیم انتقادهای روزنامه ها و رسانه های لایه های راست حاکمیت میکوشید می اشاره کرد که در باب مشارکت دیگر کشورهای اسلامی در برگزاری این مناسک ملاحظات فراوانی وجود دارد چرا که ابعاد حقوقی سیاسی بین المللی و اقتصادی فراوانی به آن مترتب است و چندان کار ساده ای نیست که گویا با زبان بیزبانی و البته خیلی آشکار میخواست تون رو را متوجه کند که به همین راحتی نیست که پیشنهاد میدهند مدیریت حج را از مسئولین کشور عربستان بگیرند که این روزها البته از سوی فقهای تون حتی در روزنامه جوان وابسته به سپاه با لحن بسیار بدی نوشته بود که حرامیان را از حرم دور کنید ادامه میدهم و ورق میزنم زلزله آذربایجان و حادثه منا نیز عنوان یادداشت منتشره روزنامه آفتاب یزد بود که به قلم شخص سردبیری انتشار یافت علیرضا کریمی در سرمقاله آفتاب یزد عملا به پاسخگویی به یکی از نمایندگان هوادار احمدی نژاد در مجلس اشاره کرد که انتقاد کرده بود که چرا رئیس جمهور ایران بعد از اطلاع از حادثه منا سفر نیویورک را ناتمام نگذاشت که به کشور برگردد و این عمل را تا حدودی اهانت غیرقابل توجیه به مردم و بی‌اعتنایی به جان باختگان دانسته بود نویسنده آفتاب یزد یادآور شد که در مرداد ماه سال 91 زمانی که احمدی نژاد دو روز قبل از اجلاس اسلامی به مکه و مدینه رفته بود و پس از دو هفته در مناطق زلزله زده حضور یافت هیچ کدام از این رسانه های نزدیک به دولت گلایه نکردند و نکته ای ننوشتند فرق میزنم با دیگر روزنامه ها و اما روزنامه ابتکار در یک واکاوی تاریخی تاریخی خیلی کوتاه به سفر مسئولین و رؤسای جمهوری ایران و به طور مشخص به احمدی نژاد اشاره کرد که به سازمان ملل سفر می کردن. علی فراهانی نویسنده ی ابتکار در, در این روزنامه به بررسی تواوت های نه سفر احمدی نژاد و دو سفر روحانی به نیویورک پرداخت و نوشته بود که احمدی نژاد در اولین سفر خود پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه ای را داد که گزارش جامعی در خصوص تدوین راهکارهای عملی خلع اصلاحی هسته‌ای ارائه دهد ایشان همچنین اشاره به غیر بودن ترکیب شورای امنیت و سازمان ملل داشت در سفرهای دیگر خود نیز انتقاداتی به ساختار سازمان ملل مطرح کرد و در سال 89 پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار سازمان ملل تر کرده بود ستون نویس روزنامه ابتکار با اشاره به سخنان حسن روحانی با استقبال از شیوه و فهوای کلام این رئیس جمهور نوشته بود که صحبت حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم در این دو سفر در چارچوب و نظم موجود نظام بین المللی مطرح شد و مانند رؤسای جمهور سابق به طور مشخص و احمد نجات اشاره کرد و قیاس می کرد به دنبال ساختار شکنی و ارائه نظمی جدید نیست صحبت های حسن روحانی از منظر روزنامه ابتکار بیشتر حول محور مقابله با خشونت، افراطیگری و تروریزم بود و اشاره نیز به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران داشت. البته صحبت های روحانی جنبه انتقادی نیز داشت و او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد نسبت به سیاست های ای آمریکا علت رشد تروریسم در منطقه سیاست ها و راهبردهای اشتباه این کشور عنوان کرده بود در واقع نویسنده ی روزنامه تحولخواه ابتکار در واپسین سطور این روزنامه با انتقاد به محمود احمدی نژاد ادامه داد که تاریخ یادآور آن است که زمان سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل با امواج بی ها ترک سالن توسط هزار و سندلی های خالی روبرو می شد و حامیان او این بی را یک حماسه تاریخی برای مردم تعریف می کردند در حالی که چنین رفتارهایی از سوی کشورها در زمان سخنرانی حسن روحانی مشاهده نمی شود که گویا همواره از سوی رسانه های داخل ایران این میزان توجه به رؤسای جمهور یعنی نشستن حضدار یا رفتن همواره به عنوان ملاک احترام مرتوجه واقع می شود. در ادامه بررسی مقالات تحلیلی در واقع در وقت باقی مانده البته میخوانیم نوشته یا از زیبا کلام استاد دانشگاه تهران که در سرمقاله روزنامه بهار انتشار یافت و ایشان نیز در قیاسی تطبیقی به تواوتهای رفتاری رئیس جمهور قبلی و فعلی در استفاده از تریبون سازمان ملل اشاره کرد و مینوشت که اینکه سخنانش منظور احمدی نژاد چه تأثیری بر منافع ملی میگذاشت و چه تصویر و تصوری از ایران در دنیا ترسیم میکرد خیلی برای محمود احمد نژاد اهمیت نداشت آنچه برایش مهم بود مطرح ساختن و جلب توجه برای خودش بود به همین دلیل بود که ایشان اغلب به سروقت موضوعات و مباحثی میرفت که بحث انگیز بود و به تیترهای جنجلی تبدیل میشد همچون مدیریت جهان گفتگو با مردم نه رهبران معزه هولوکاست و مانند اینها و با این یادداشت قیاسی از روزنامه بهار وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی از جمله برنامه آنسوی سوی خبر با تازه ترین خبرها و گزارش های تکمیلی از چهار گوشه جهان این جانب از محضر شما خداحافظی می کنم تا شامگاهی دیگر و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بدرود